سرخط خبرها. افشای نقشه شوم پوتین برای ایران از زبان کارشناس برجسته ایرانی. اعلام وضعیت اضطراری در پل کریمه به دنبال حمله اوکراین. و آزمایش ضد موشکی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی همزمان با قدرت نمایی پیونگیانگ. این بسته خبری از پیک، خوش آمدید. در خبری حساس، یک کارشناس مسائل بین الملل پرده از نقشه شوم پوتین برای ایران برداشت. به گزارش خبر آنلاین، روز دوشنبه هفته پیش در بیانیه مشترک روسیه و شورای همکاری خلیج فارس و مسکو، شریک استراتژیک ایران، بر پشتیبانی خود از همه تلاش‌های صلح‌آمیز از جمله ابتکار امارات و تلاش‌های آن جهت دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای حل مسئله جزایر سگانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی از طریق مذاکرات دوجانبه یا دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد برای حل و فصل این مسئله مطابق با مشروعیت بین المللی تاکید ورزیدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه سفیر روسیه را برای ارائه توضیحات در مورد موضع اخیر موسکو به وزارت امور خارجه احضار کرد. به این احضار، مراتب اعتراض ایران به مطالب مندرج در بیانیه مذکور به سفیر روسیه در کشورمان ابلاغ شد. موضع روسیه در این بیانیه دقیقاً به چه معناست؟ آیا روسیه حق مالکیت جزایر سگانه را متعلق به ایران نمی‌داند؟ مهدی مطهرنیا، کارشناس بین‌الملل، در گفتگو با خبر آنلاین اظهار کرد که شورای همکاری خلیج فارس همواره حامی مطرح شدن موضوع جزایر سگانه برای تهران بوده است. اما چیزی که اخیراً حساسیت برانگیز شده، حمایت روسیه از ابتکار امارات و تلاش این کشور برای دستیابی به یک راه حل در مورد مسئله جزایر سگانه از طریق مذاکرات دوجانبه یا دیوان بین‌الملل است. این موضوع روسیه به معنی به رسمیت شناختن موضع امارات متحده عربی نسبت به جزایر سگانه است، موضعی که ایران آن را یک دروغ بزرگ می‌داند. جزایر سگانه مسئله حق حاکمیت ارضی ایران است، نه مسئله‌ای که بر سر آن مذاکره شود یا از طریق دیوان بین‌الملل حل و فصل شود. جزایر سگانه ایران از نقاط مهم ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در حوزه امنیتی و نظامی ایران است و هیچگاه ایران به این جزایر به چشم مسئله‌ای که باید میان امارات و ایران حل و فصل شود نگاه نکرده است و مواضع امارات را دروغی بزرگ بدون پشتوانه اسناد و مدارک تاریخی دانسته است. نکته تعجب برانگیز اینجاست که ایران همواره به روسیه به عنوان شریک استراتژیک نگریسته و در بحران اوکراین هم از نظر تسلیحاتی با روسیه همکاری کرده است. از ایران نیز در ادبیات سیاسی مسکو به عنوان شریک استراتژیک نام برده می شود. اما روسیه عملا در هیچ کدام از بحران‌هایی که متوجه تهران بوده به عنوان شریک ایران کاری از پیش نبرده. مثلا در ارتباط با پرونده هسته‌ای، اگرچه در مواضع رسمی از دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت کرده، اما هیچگاه در برابر غرب و علیه منافع غرب برای ایران هزینه‌ای پرداخت نکرده است. ایران همیشه با مواضع پوتین در پرونده سوریه، عراق، یمن و دیگر ماجراهای منطقه همسو و همراستا بوده است و به همین خاطر نیز هزینه‌های گزافی را به دوش ملت خود گذاشته است. هزینه‌های فراوانی که میوه‌های آن نصیب روسیه شده است. اما اکنون روسیه به خاطر فرار کردن از انزوای سیاسی، علارغم توهین‌های مکرر کشورهای عربی به تهران، چنین موضعی را خلاف تمامیت ارضی ایران اتخاذ می‌کند. موضع‌گیری ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خود از انقلاب تا کنون قرار دارد. شما نگاه کنید، ایران با میانجیگری چین با عربستان مصالحه می‌کند، اما عربستان به هیچ وجه از مواضع قبلی خود عقب نشینی نمی‌کند. روابط خود را با اسرائیل گسترش می‌دهد و یکی از چهره‌های گفتمان انقلابی در عربستان را نیز بازداشت کرد. چند وقت پیش در تهران به خاطر وجود عکس سردار سلیمانی، اتاق مصاحبه ویژه خبری را تغییر می‌دهند به اتاقی که عکس هیچ کدام از چهره‌های انقلابی در آن وجود نداشت. در حال حاضر در مورد روسیه هم همین ضعف موضع‌گیری و اقدام وجود دارد. وزارت امور خارجه مدام این مسائل را توجیه می‌کند. خیلی عجیب است که اکنون در دولتی که نزدیک‌ترین دولت و مطلوب‌ترین دولت نسبت به ایدئولوژی حکومت است، مشاهده عقب‌نشینی‌های آشکار از ارزش‌های افتمان انقلاب هستیم. شما تصور کنید اگر این اتفاق در زمان دولت معتدل آقای روحانی یا دولت اصلاح طلب آقای خاتمی میافتاد، گفتمان انقلاب چه واکنشی نشان میدادند. اگر همچنین موضعی از یکی از سفارتخانه های غربی سر میزد، احتمالا دوستان گفتمان انقلاب از دیوار یک
سفارت دیگر هم بالا می‌رفتند. اکنون کشورهای عربی یک به یک با اسرائیل مصالحه آشکار و مستقیم انجام می‌دهند و در آن کشورهایی هم که مبادله سفیر به طور مستقیم و رسمی صورت نگرفته مثل عربستان سعودی عملاً همکاری‌های دو جانبه بین دو کشور وجود دارد. این عقب‌نشینی‌ها از مواضع ارزشی گفتمان انقلاب سمت دولتی است که بیشترین حمایت را از سمت مقام رهبری دریافت کردند. این کارشناس در پایان عنوان کرد که روسیه به خاطر انزوای سیاسی ناشی از جنگ اوکراین و تحقیر شدن پوتین بعد از بحران واگنر می‌خواهد از بین کشورهای عربی به بهانه قربانی کردن تهران یارگیری کند و خود را از انزوا بیرون بیاورد. غیر از این چنین موضعی چه معنایی می‌تواند برای ما داشته باشد؟ مقامات روسیه صبح دوشنبه در پی کشته شدن دو نفر بر روی پل کریمه به دنبال حمله و انفجار وضعیت اضطراری اعلام کردند. به نقل از خبرگزاری تاس، ویچسلاو گلادکوف، فرماندار منطقه بلگراد روسیه، مرگ یک مرد، یک زن و مجروح شدن یک کودک را بر روی پل کریمه تایید کرد. به گفته او دختر خردسال آنها مجروح شده است. ستاد عملیاتی منطقه کراسنودار تصریح کرد که دختر مجروح در حال انتقال با آمبولانس هوایی به یک مرکز پزشکی در منطقه است. سرگی آکسیونوف رئیس کریمه صبح روز دوشنبه از توقف تردد در پل کریمه به دلیل وضعیت اضطراری خبر داد. وی علت این حادثه را مشخص نکرد. از رانندگان خواسته شد که از عبور و مرور بر روی پل خودداری کنند و از مسیر جایگزین استفاده کنند. بر اساس گزارش رسانه‌ها بخشی از پل تخریب شده است. وزارت حمل و نقل روسیه تایید کرده که سطح جاده بر روی پل در یکی از مسیرها آسیب دیده است، اما خبرها درباره خسارات بیشتر را تایید نکردند. رسانه‌های اوکراینی اخباری درباره وقوع انفجار در پل کریمه منتشر کردند. گمان زنی ها از حمله به این پل حکایت دارد. همزمان با تحرکات موشکی تازه کره شمالی، ژاپن، آمریکا و کره جنوبی روز شنبه رزمایش دفاع موشکی در دریای ژاپن برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری اینی نیوز، این رزمایش کم سابقه در آب‌های بین‌المللی دریای ژاپن در بحبوحه قدرتنمایی موشکی کره شمالی برگزار شد. پیونگیانگ چهارشنبه گذشته موشک بالستیک قاره‌پیمای هواسونگ B1 را با سوخت جامد پرتاب کرد. نیروی دریایی کره جنوبی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در این رزمایش سامانه‌های ضد موشک ایجس از سه کشور حاضر در این تمرین بر شناسایی و رهگیری موشک دشمن فرضی تمرکز داشتند. ژاپن نیز این رزمایش را پیشبرد همکاری سه‌جانبه برای مواجهه با چالش‌های امنیتی خواند. در بحبوحه تنش‌های نظامی در شرق آسیا بین کره شمالی با آمریکا و متحدانش در این منطقه، واشنگتن، سئول و توکیو آزمایش موشکی اخیر پیونگیانگ را محکوم کردند. وزرای خارجه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن مدعی شدند شلیک موشک بالستیک قاره‌پیما در هفته گذشته توسط کره شمالی ناقض قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل و تهدیدی برای صلح و ثبات در منطقه شرق آسیا است. جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالی پس از آن صورت گرفت که پیونگیانگ هشدار داد هر گونه هواپیمای جاسوسی ارتش آمریکا را که در حریم هوایی کره شمالی و در نزدیکی آب‌های دریای شرقی پرواز کند ساقط خواهد کرد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.